سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در جلسه اتحاد علیه اتمی شدن رژیم ایران 25 سپتامبر 2018. مقام ها در سراسر اروپا چند مأمور رژیم ایران از جمله یک مقام رژیم ایران مستقر در اتریش را در جریان توطئه‌ای برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سیاسی در فرانسه دستگیر کردند. به عنوان یک پاسخ درست به این حمایت از تروریسم، چند هفته پیش متحد ما فرانسه به طور نامحدود تمام سفرهای دیپلماتیک غیر ضروری به ایران را به تعویق انداخت. خوب است و من از فرانسه بابت آن متشکرم و ما امیدواریم شاهد اقدامات بیشتری مانند آن از سوی سایر کشورهای اروپایی باشیم. جهان از این واقعیت خبر دارد که روحانی و ظریف، چهره‌های بزک کرده دیپلماتیک برای فریب دادن کشورهای مسئول هستند. رژیم ایران بدترین نقض کننده منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این رژیم یک حکومت یاغی است. این رژیم مردم ایران را چپاول می کند و هزینه دخالت مرگبار و انهدامی در خارج از ایران را از جیب مردم ایران می پردازد. در جلسه‌ای در نیویورک که توسط اتحاد علیه اتمی شدن رژیم ایران برگزار شد، مقام‌های ارشد آمریکایی شامل مایک پومپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید شرکت و سخنرانی کردند. وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود به توطئه تروریستی رژیم علیه گردهمایی ایرانیان در پاریس پرداخت و با اشاره به دستگیری دیپلمات تروریست حکومت آخوندی اسدالله اسدی و سایر عوامل رژیم در کشورهای اروپایی در ارتباط با این توطئه گفت: It happened just as the regime has been putting a full court press on European countries to stay in the nuclear deal. As a just response to this support for terrorism a few weeks ago, همین چند ماه پیش مقام ها در سراسر اروپا چند مأمور رژیم ایران از جمله یک مقام رژیم ایران مستقر در اتریش را در جریان توطئه‌ای برای بمب‌گذاری در یک گردهمایی سیاسی در فرانسه دستگیر کردند. این واقعه درست در زمانی اتفاق افتاد که رژیم روی کشورهای اروپایی فشار تمام عیار وارد کرده تا در توافق اتمی باقی بمانند. جلسه اتحاد علیه اتمی شدن رژیم ایران توسط سناتور جوزف لیبرمن افتتاح شد که در سخنان خود رژیم آخوندی را یک رژیم افراطی، تروریست و توسعه طلب نامید و گفت: درست در همان زمانی که تحریم‌ها داشت به رژیم ایران آسیب می‌رساند، در سال 2015 کشورهای 5 به علاوه 1 از جمله ایالات متحده قدرت این تحریم‌ها را رها کردند و ما به ازای آن موارد بسیار ناچیزی را از رژیم ایران دریافت کردند. وی سپس تأکید کرد که بعد از خروج آمریکا از برجام، به رغم تلاش‌های دولت‌های اروپایی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ تجارت خود را با رژیم آخوندی متوقف کرده و از ایران خارج شدند. پس از آن مایک پومپئو در شروع سخنرانی خود از سناتور لیبرمن به خاطر دعوت او به این جلسه قدردانی کرد و گفت:
امروز جان بولتون و من دیدگاه رئیس جمهور آمریکا را در این باره که چطور در خصوص این مسئله فوق‌العاده مهم جلو می‌رویم به اشتراک خواهیم گذاشت. ما همچنان یک صدای مصالحه ناپذیر برای حفظ امنیت خواهیم بود. درست همانطور که شما سناتور لیبرمن در دوران خدمتتان به کشور عمل کردید. این جلسه نابهنگام است. ولی طنز تلخی است که ما همزمان با 73 اجلاس مجمع عمومی ملل متحد درباره رژیم ایران صحبت می‌کنیم. موارد بسیاری طی سالیان در زمان اجلاس سازمان ملل سران و دیپلمات‌های رژیم ایران از این فرصت سوء استفاده کردند تا تهاجم برای فریفتن دولت‌های خارجی را شروع کنند. تا این واقعیت را بپوشانند که به طور واقعی در داخل و خارج کشور قصد دارند چه کار کنند. رئیس جمهور رژیم ایران روحانی و ظریف و سایر مقام‌های رژیم ایران از این فرصت استفاده می‌کنند تا خودشان را به عنوان دولت مردان مدره عرضه کنند. ولی جهان از این واقعیت خبر دارد که آنها چهره‌های بزک کرده دیپلماتیک برای فریب دادن کشورهای مسئول هستند. در عالم واقع اینها دو تن از بالاترین مقامات رژیمی هستند که به گونه‌ای فاحش از دیدگاه‌های سازمان ملل، الزامات بین‌المللی و اصول حاکمیت مستقل ملی سرپیچی می‌کنند. پرونده رژیم ایران در 40 سال گذشته نشان داده است که این رژیم یکی از بدترین و چه بسا بدترین نقض کننده منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این رژیم به واقع یک رژیم یاغی است. وزیر خارجه آمریکا سپس با اشاره به استمرار نقض قوانین بین‌المللی و تصمیمات شورای امنیت توسط دیکتاتوری آخوندی درباره توطئه تروریستی رژیم برای بمب‌گذاری در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس گفت: Just a few months ago, authorities across Europe arrested several Iranian operatives, including an Iranian official based in Austria. As part of a plot to plant a bomb at a political rally in France, they grabbed this guy. It happened just as the regime has been putting a full court press on European countries to stay in the nuclear deal. As a just response to this support for terrorism, a few weeks ago, our ally France indefinitely postponed all non-essential diplomatic travel to Iran. It's a good first step, and I thank France for that. We hope to see more actions like this from other European nations. We must put pressure on the regime to rein in its destruction and demand that Iran act like a normal country. Unfortunately, وزیر خارجه آمریکا ضمن انتقاد از اقدامات مماشات جویانه کشورهای اروپایی در راستای استمالت از رژیم و راه اندازی یک سیستم پرداخت مالی ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تأکید کرد: با حفظ درآمد برای رژیم، شما رتبه رژیم ایران را به عنوان نخستین حکومت حامی تروریسم تثبیت می‌کنید و رژیم را در شرایطی که مردم ایران در تنگ دستی به سر می‌برند هرچه ثروتمندتر می‌سازید. تصور می‌کنم که آخوندهای فاسد و سپاه پاسداران امروز صبح می‌خندیدند. با توجه به فعالیت‌های تروریستی پشتیبانی شده توسط رژیم ایران در اروپا، این تصمیم غیر قابل قبول تر می شود. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنانش به نمونه های دیگری از تروریسم رژیم در اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا پرداخت و سپس گفت: رژیم ایران تلاش کرده همین اقدامات را در همین جا در قاره ما هم انجام بدهد. در سال 2011 نیروی قدس از طرحی برای ترور سفیر عربستان در آمریکا پشتیبانی کرد. در ماه اوت گذشته ایالات متحده دو متهم به مزدوری برای رژیم ایران را به خاطر شناسایی مخفیانه و جمع‌آوری اطلاعات علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در ایالات متحده دستگیر کرد. در فضای مجازی رژیم ایران اینترنت را برای توسعه دروغ پردازی نسبت به افکار عمومی مورد سوء استفاده قرار داده است. ماه گذشته فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب هزاران حساب را که سرمنشأ آنها در ایران بود به دلیل دروغ پردازی هماهنگ شده بستند.
در استرالیا هکرهای مرتبط با سپاه پاسداران تلاش کردند تحقیقات حساس را از دانشگاه‌ها به سرقت ببرند و البته رژیم ایران طیفی از فعالیت‌های خشونت‌آمیز و ویرانگر را در رابطه با همسایگان ایران در خاورمیانه هدایت کرده است. رژیم ایران سالانه 700 میلیون دلار در اختیار سازمان تروریستی حزب الله لبنان قرار می‌دهد. Of martyrdom to them, and then ships them off to Syria to fight at the direction of Qasem Soleimani and his Quds force. The regime has enticed Afghan children as young as 14 to take on the fight in Syria. In regime, همچنین جوانان فقیر را در جاهایی مثل افغانستان، عراق و پاکستان به استخدام خود در می‌آورد. دیدگاهی گمراه کننده از شهادت را به آنها عرضه می‌کند. و سپس آنها را به سوریه اعزام می کند تا تحت هدایت قاسم سلیمانی و نیروی قدس او بجنگند. این رژیم همچنین کودکان افغانی را که حتی 14 سال سن دارند برای شرکت در جنگ به سوریه می فرستد. درست چند هفته پیش شبه نظامیان تحت حمایت رژیم ایران در عراق به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آمریکا در بصره موشک‌هایی را که تهدید جانی در برداشت پرتاب کردند. ایالات متحده رژیم تهران را به خاطر هر حمله‌ای که به مجروح شدن پرسنل ما یا خسارت به تأسیسات ما بشود مورد حسابرسی قرار خواهد داد. America will respond swiftly and decisively in American lives, and we will respond against the source of the attack on American interests. You know, we're here for big meetings. مایک پومپئو در ادامه سخنرانی خود نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت توسط رژیم آخوندی از جمله به خاطر ارسال سلاح برای عوامل آن همچون حزب شیطان و حوثی‌ها و نیز استمرار جاه‌طلبی‌های موشکی و آزمایش‌های بالستیک را مورد تأکید قرار داد و گفت کارنامه رژیم ایران در نقض قانون بین‌الملل از بدترین‌ها در جهان است. این رژیم هیچ گونه توجهی به قانون بین‌الملل، مرزها و یا جان انسان‌ها ندارد. اینها فعالیت‌های مخربی هستند که رژیم ایران در سطح جهان به آن دست می‌زند. لذا ضروری است که همه کشورها به تلاش‌های ما برای تغییر رفتار یاغی‌گرایانه این رژیم بپیوندند. ماهیت چند ملیتی و چند قاره‌ای فعالیت شرورانه رژیم ایران جایی برای تردید در تصمیم‌گیری باقی نمی‌گذارد. ایالات متحده به متحد کردن تلاش‌های بین‌المللی برای تغییر رفتار رژیم ایران از طریق فشار، بازدارندگی، و حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد. ما می‌خواهیم همه کشورها با آن همراه شوند. این از اولویت‌های اصلی دیپلماتیک رئیس جمهور است. اتفاق نظری که پیشاپیش بر سر فعالیت‌های غیراتومی رژیم ایران وجود دارد، در قطعنامه‌های شورای امنیت که به آن اشاره کردم، بازتاب یافته است. اما اعمال این قطعنامه‌ها باید حداقل خواسته ما از هر کشوری باشد. پامپئو سپس درباره تصمیم آمریکا به خروج از برجام و لزوم توقف معاملات و تجارت با رژیم آخوندی گفت این رژیم دیگر نباید اجازه یابد به میلیاردها دلاری دسترسی داشته باشد که اثبات کرده است آن را در سراسر جهان به دولت‌های دست نشانده‌اش، گروه‌های شبه نظامی و تروریست‌ها خواهد داد. تجارت در ایران فقط پول را در اختیار رژیم قرار می‌دهد که آن را برای خود ذخیره می‌کند و از آن برای خشونت استفاده می کند. طبعا همه اینها در دوران برجام اتفاق افتاده است. دهه هاست که جهان به دنبال دستیابی به هدف رؤیایی یک خاورمیانه با ثبات است. برای پیشرفتن در این مسیر چه راهی بهتر از سلب منابع از رژیمی که بیشترین مسئولیت بی ثباتی منطقه را بر عهده دارد؟ باید هر آنچه در توان داریم انجام بدهیم تا تأمین مالی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را متوقف کنیم تا مامورانشان نتوانند تروریسم و خرابکاری را در تمام قاره ها ادامه دهند. اشتباه نکنید. این تحریم ها و فشار اقتصادی ما متوجه رژیم و وابستگان خلافکار آن است
و نه مردم ایران. وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنانش به نابودی محیط زیست و منابع آبی توسط رژیم آخوندی به خاطر سیاست‌های چپاولگرانیان اشاره کرد و سپس گفت تا آنجا که به بهبود وضعیت سرکوب شدگان برمی‌گردد، رژیم ایران همچنان شهروندان را به زندان می‌افکند. آنها اتهاماتی از قبیل رفتار ضد انقلابی، فساد فی‌الارض، طرفداری از استکبار جهانی و جرائم علیه اسلام را مطرح می‌کنند. چگونه ممکن است کشوری که مدعی همدردی با مردم ایران است، روابط تجاری مستمر خود را با آخوندهای یاغی و سرکوبگر حفظ کند؟ پامپئو در ادامه بر لزوم گردن گذاشتن رژیم به شروط 12 ماده‌ای ارائه شده توسط خودش تأکید کرد و سپس گفت واقعیت این است که ژست محبت‌آمیز رژیم ایران در پشت درهای بسته نمی‌تواند زنجیره قول‌های زیر پا گذاشته شده این رژیم را در شورای امنیت بپوشاند. واقعیت این است که رژیم ایران مردم را چپاول می‌کند و هزینه مرگ و انهدام در خارج از ایران را از جیب آنها می‌پردازد. واقعیت این است که رژیم یاغی حاکم بر ایران در رابطه با امکان زندگی صلح‌آمیز و شرافتمندانه مردم در تمامی قاره‌ها و از جمله در کشور خود خرابکاری کرده است. ایالات متحده از تمام کشورها می‌خواهد که به این واقعیات توجه کنند و از رژیم ایران به گونه‌ای حسابرسی کنند که تا کنون چنین نکرده است. تنها در این صورت است که می‌توانیم گام‌های جدید و صحیح به سوی امنیت بیشتر برای مردم صلح‌جوی خودمان با آزادی بیشتر برای مردمی که در ایران هستند برداریم. The fact is that the outlaw Iranian regime has sabotaged the ability of the people on every continent to live in peace and dignity, including its own country. The United States asks every nation to come to terms with these facts and hold Iran accountable in ways that has not been held accountable to date. Only then can we take new and true steps towards greater security for our own peace-loving people and greater liberty for those inside of us.